آیت اللہ ہاشمی شہرودی 70 سال کی عمر میں آج ایران میں انتقال کر گئے۔ آیت اللہ نجف اشرف میں پیدا ہوئے اور آیت اللہ باقر صدر کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے تھے، جن کو آیت اللہ خامنہ نے عدلیہ کا سربراہ منتخب کیا تھا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے بعد ان کی جگہ پر آپ ہی اس عہدے کی ذمہ داری نبھا رہے تھے، جن کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی خبر ہے۔ سید محمود هاشمی شاهرودی 24 مرداد سال 1327 در شهر کربلا و در خانواده مذهبی به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علویه نجف به پایان رساند و سپس به تحصیلات حوزوی پرداخت. درس خارج خود را نزد شهید صدر آموخت و در کمترین زمان ممکن، یعنی در 27 سالگی به درجه اجتهاد نائل آمد. او همچنین از شاگردان برجسته امام خمینی و شهید سید محمد باقر صدر بود. آیت الله هاشمی شاهرودی پس از انقلاب با حکم امام خمینی مسئولیت برقراری ارتباط میان نیروهای خارج از کشور به ویژه شهید صدر و حوزه علمی نجف اشرف را به عهده گرفت. او پس از انقلاب در مجلس خبرگان و شورای نگهبان نیز حضوری فعال داشت. آیت الله هاشمی شاهرودی از سال 1378 با دستور رهبر انقلاب به ریاست قوه قضاییه منصوب می شود. دنیا به قوه قضاییه ما به عنوان یک قوه نگاه می کنه، یک قوه مستقل. هیچ کشوری این حالت رو نداره در خارج. معمولا دستگاه قضاییشون جزء قوای مجریه و در وزارت دادگستری معرفی میشه. سید محمود هاشمی شاهرودی پس از پایان دوره ریاست در قوه قضاییه نیز با حکم رهبر انقلاب به عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. ریاست هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه از سال 90 بخشی از مسئولیت‌های مهم آیت الله هاشمی شاهرودی بود. در 23 مرداد 1396 رهبر انقلاب در حکمی اعضا و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب می کنند و هاشمی شاهرودی با حکم رهبری به عنوان رئیس جدید این مجمع منصوب می شود. این ملت هم آگاه بوده، هم بصیر بوده، هم در صحنه حضور داشته و مسائل را خوب می فهمه، خوب تحلیل می کنه. دشمنی دشمنان را یکی پس از دیگری و توطئه‌هاشون ناکام کرده و از خونسا کرده و از بین میبره انشاءالله. آیت الله هاشمی شاهرودی همچنین ریاست مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت علیهم السلام را هم بر عهده داشت. تألیف کتاب‌هایی درباره اصول فقه، منشور سیاست و مبارزه با مفاسد، حقوق شهروندی، بیداری اسلامی و ده‌ها عنوان دیگر هم از جمله آثار علمی سید محمود هاشمی شاهرودی بود. آیت الله هاشمی شاهرودی پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 70 سالگی دعوت حق را لبیک گفت.